در دربار آقا محمد خان قاجار و نامه ها و انشاهای تاریخ نویسان مغرب، او از واژه یاسا به جای حکم و مجازات استفاده می شد و او دلبستگی خاصی به چنگیز خان مغول و تیمور لنگ داشت. شاید خشونت ها و سختگیری های اون هم با گوش چشمی به تاریخ و این شاهان صورت می گرفت. روی هم رفته اون بیش از پیوستگی به تاریخ و فرهنگ ایران، بیشتر به آیین مغول و فرهنگ چنگیزی علاقه من بود. از شاعرها متنفر بود، البته برای علما و روحانیون احترام خاصی قائل بود. از نادرشاه بزرگم به خاطر درگیری‌های پدرش با اون متنفر بود. در یک نامه رسمی از نادرشاه به نام امام قلی پوستین دوز نام می‌برد. روایتی در تاریخ ازدی است که قسمت‌هایی از گوش و بینی لوتی صالح دلقک درباری رو بارها دستور داده بود ببرن، چون در زمان حیات کریم خان زند باعث شادی اون شده بود. حال اون که در اون ایام لوتی صالح دوست و همدم آقا محمد خان بود. در واقعه کرمان دستور داد دست راست منشی مخصوص لطف‌علی خان رو که برادر فتح‌علی خان سبا بود، به خاطر نامه‌ای که به اون نوشته بود، از مچ قطع کنن. مجازات منشی‌ها و میرزاها و وزرا در اون دوران کاملا خارج از عرف بود. محله مردستان شیراز رو دستور داد که کاملا ویران کنن. از بناهای کریم خانی شیراز علاوه بر اون چه باقی مونده بود، آثار دیگری بود که به دستور اون تخریب شدند. درهای خاتم و ستونهای مرمری که در ایوان تخت مرمر کاخ گلستان هستند به دستور اون از دیواخانه شیراز کنده شدند. اونها رو تا تهران روی کاخ غلطاندن که سالم به تهران برسن. با این حال بعضی از اونها توی راه از بین رفتن. یک سال قبل از محاصره کرمان، باباخان بعضی بلوکات کرمان رو تصرف کرد و عده‌ای از خوانین و وابستگان امرای محلی کرمان رو به تهران برد و در اونجا محترمانه به عنوان گروگان نگهداری می‌کرد. در اوقات محاصره کرمان که کار سخت شد، آقا محمدخان به میرزا محمدخان در تهران حکم کرد که همه اونا رو خفه کنند. گردن محمد رضا خان کرانی از امرای سیرجان رو که طرفدار زندیه بود در چمن اسپاس فارس اره کرد. شکنجه شاهرخ پیرمرد کور محترم، نوه نادرشاه، هم بسیار ناجوان مردانه بود که به دستور آقا محمد خان انجام شد.